موتور سوار میاد سمت ماشین، تفنگو از جیبش در میاره و با دست راست شلیک میکنه. اون وقت پاشو دستی داره گاز میده. سلام، خوش اومدیم به موویلا. حسین وکیلی هستم و قراره که درباره سوتی‌های پوستشیر با شما صحبت کنم. سریال پوستشیر سریال خوبی به نظرم، اما خالی از سوتی و ایراد نیست. بعضی از این سوتی‌ها یه گافای خیلی ساده راکوردی هن و بعضیاشون برمیگرده به ایرادای روایی و قصه‌ای و تحلیلی تر. بعضی از ایرادایی هم که به سریال گرفتن و به نظرم وارد نیست رو هم درباره صحبت میکنم و از سریال به جاش دفاع میکنم. این ویدیو حاوی اسپویل احتمالاً هست و کسایی که سریال ندیدن که فکر کنم جمعیت کمی باشن بدونن اینو که ویدیو یکم از قصه فیلمو بالاخره لو میده. بریم سراغ اولین سوتی، جایی که توی اینترو ویدیو هم گفتم مگه میشه موتوری که میدونی موتور با دست راست، یعنی فرمون راست موتور روش گازه، مگه میشه موتور سوار گاز نده یه لحظه؟ موتور میاد عقب اون لحظه که داره تفنگو از جیبش در میاره. حالا ما اسلو موشن هم ببینیم که به نظر اون اسلو موشن خیلی جاش نبود و لو میده تو چند ثانیه که قراره چه اتفاقی بیفته و اون هیجانش رو کم کم میکنه. حالا موتور سوار میاد با دست راست تفنگو در میاره، با دست راست تفنگو در بیاره و شلیک کنه و دو تا تیرم بزنه، قطعاً موتور کلی اومده عقب، چون موتور دیگه گاز نمیخوره و میدونید که موتور اگه گاز نخوره خیلی سرعتش کم میشه و همچی رو هوا میره. و تابلو دیگه اون صحنه که موتور داره میاد، موتور روی کفی روی یه وسیله‌ای داره حرکت میکنه و در واقع موتور با چرخه خودش راه نمیره. اینو برای بیننده اونم مخصوصا اگر مثلا موتور سوار باشه اذیت کننده است. سوتی دومی که به چشم اومد لحظه‌ای بود که یه فلش بک زد، این صدراه با ساحله تو ماشین دارن صحبت میکنن، میگن تو آهنگ پخش کن رندوم و از این حرفا. برف پاک کن ماشین رو دقت کنید، توی چند تا کات سرعت برف پاک کن یکی نیست و رکورد این حرکت برف پاک کن و سرعت برف پاک کنه متاسفانه به هم میخوره توی اون سکانس. گاف سوم فیلم به نظرم اونجاییه که نعیم پشت صندوق یه ماشینی که دزدیدنش رو انداختن توش توسط اون صمد و تیمش، اینا پلیس داره دنبالش میکنه و شهاب حسینی تیر میزنه به عقب اون ماشین، کلی تیر میخوره و با نشون دادن کاتی که میزنه هی به توی صندوق عقب که نه اینو هی استرس داره اینا، ما احساس میکنیم قطعا تیر خورده و منطقه هم اینجوری که انقدر تیر زده حتما یکیش بهش خورده، ولی وقتی از صندوق اومده پایین هیچ اتفاق خاصی براش نمیفته و سرمو رو گنده. یه مقداری از لحاظ آمار و احتمال اونم با ماشین ایرانی عجیب به نظر میرسه دیگه. گاف چهارمش به نظر من جاییه که وقتی صمد داره از دست پلیس ها فرار میکنه و روی بالا پشت بون خونه ها میدوه و این ور ور میره و میفته توی کوچه و سوار موتور میشه، خب اون موتوره نعیمه. اما یه سوال، نعیم از کجا میدونه صمد دقیقا از اینجا سر در میاره؟ مگه بالا پشت اون خونه ها رو میشه اینجوری دید که آدم از کجا پریده و دقیقا کدوم کوچه قراره بیاد؟ یکم به نظرم عجیبه. اما عجیب تر از این اینه که در ادامه همون سکانس وقتی که نعیم پیاده میکنه صمدو، یه ضربه ای با کلاکاسکتش میزنه تو صورتش سمت چپ صورت صمده و وقتی افتاده رو زمین و در ادامه اون سکانس ها میبینیم که صمد سمت راست صورتش زخم شده، اینم راکورد اون ضربه خوردنه رو زیر سوال میبره و اینم یه سوتی دیگه است. ایراد پنجم فیلم به نظرم اینه که این دوستان نعیم و آقا رضا پروانه اینا خیلی بیکارن و اصلا درگیر شغلی درآمدی یک جای کار کنن، به هر حال شما چجوری زندگیتون رو میچرخونید بدون کار کردن؟ همش هم علافن توی چایخونه و قهوه‌خونه، یکم عجیبه. به هر حال توی فضایی آدم درگیر کاره، باید خرج زن و بچه و زندگی اینا رو بده دیگه. در حال حتی اگر کار خلاف هم میکنن یه جوری به هر حال یه پولی بهشون میرسه، یه درآمدی دارن از راه عجیب غریبی، اونم باید ببینیم دیگه که بفهمیم زندگی چجوری، چون جزئیات مختلفی به فیلم نشون میده و این بخش خیلی جای سوال داره کهش پرداخته نمیشه. از اینجا بعد یکم ایرادایی که میخوایم بگیریم درباره قصه است. ایراد شماره 6 به نظرم درباره اینه که اونجایی که وقتی نعیم میخواست با دخترش برگرده از شمال، راه و جلوش بستن
خب این برای این بود که نعیم راهش کچه و اونو بیان حالا بهش یه چیزی هم تو این وسط بزنن و نمیدونم بیهوشش کنن و بعد دخترش ازش جدا کنن. از کجا معلوم نعیم از ماشین میومد بیرون؟ از کجا معلوم اصلا حالش بد نمیشد یه جا وای میساد توی شلوغی؟ از کجا معلوم اصلا دخترش رانندگی نمیکرد؟ و این همه اتفاق و چیزی که فقط نعیمه بیاد دقیقا تو همون جاده‌ای که شما میخواستید، یکم غیر منطقی نیست؟ یعنی هزار تا اتفاق ممکنه این به این بیفته که اون دقیقا هدفی که آقا دزده دارن نشه. این به نظرم یکم قابل هضم نیست. ایراد هفتم به نظرم برمیگره به جایی که شهاب حسینی، همون آقای پلیس مشکات، داره دنبال سرنخی میگرده از محلی که ساحل گم شده نعیم افتاده بود. یه دستبندیه چند تا مهرش که حروفی روشه به انگلیسی اینا افتاده و داره اینا رو کنار هم میچینه به اسم شاید یه آدمی برسه. از کجا معلوم که این تعداد حروف همونقدر مثلا 5 تا کلمه رو دقیقا پیدا میکنی؟ شاید بیشتر از اون باشه، شاید اصلا این ربطی به اون ماجرا نداشته باشه، شاید. بعد پیدا شدنش هم یکم عجیبه، خودش همجوری خلوچلی میگرده از یکی بچه ها پیدا میکنه، یکم عجیبه دیگه، آدم نمیتونه خیلی راحت باورش کنه. میچینه کنار هم در میاد صمد، یکم عجیبه. ایراد هشتم به نظرم برمیگرده به قسمت دوم سریال، جایی که شهاب حسینی اون پلیس مشکات که خیلی ازش نمیدونیم و یه آدمی که توی اداره پلیس کار میکنه میره سراغش، همکارش میره سراغش و میبینیم که با یه آدم دیوونهی که یه خاطره خیلی تلخی داره اینجوری طرفی. سوال اینه که این آدم چطوری اینقدر سریع روبه راه میشه، خوب میشه و برمیگرده سر کار؟ یکم باز عجیبه. یعنی شما آدمی که این ضربه عجیب خورده، دخترش از دست داده، بعد یک سال سر کار نرفته انگار، برمیگرده همون جوری، اصلا برای چی یه سال نباید بری سر کار؟ هیچ کی نمیگه مثلا چرا، بعد همجوری راحت بیای سر کار دوباره، بعد بیان التماس تو کن تو رو خدا بیا، یه جوریه دیگه، قبول کنی. چجوری اینقدر راحت خوب میشی تو؟ چجوری اینقدر راحت میتونی برگردی بعدی و دایه دار قانون بشی، اینقدر منطقی بشی توی که اینقدر افسرده بودی؟ ایراد شماره نهم به نظرم چیزیه که خیلی پیاز داغش رو زیاد کردن. کسی که ساحل و نگه داشته رو ما چرا نباید ببینیم؟ اینقدر اذیت کننده، اینقدر دیوانوار دوربین نمیخواد نشون بده، انگار میخواد مخاطب رو اذیت کنه. تعلیق خوبی هم نیست، چون تعلیق از جهل مخاطب نمیاد، از اتفاقا اطلاعاتی که داره و میچینه کنار هم میگه ای چی میشه، قراره چیکار کنه فلانی، از اینا میاد، از اطلاعاتی که داره و حالا حدسی که میخواد نسبت به اون اطلاعات بزنه، نه از چیزایی که نمیدونه. خب ما نمیدونیم کیه، خب خیلی جالب بود، نمیدونیم کیه دیگه، هی دوباره نشونش نمیده، هی نشونش نمیده. این به کنار، بعد شخصیت خیلی بزرگی هم آخه برای ما نساختی، یه آدم لاغرندام حالا یه چیزایی رو که مثلا باش کار میکنه پاک میکنه و همشه به این دختر بدبخت هم داره کنسرو لوبیا میده، دختر از هیچی نمیره اون کنسرو لوبیا میمرد. این کاراکتر خیلی قوی نیستش که شما خواهی نشونش ندی انقدر روش سرمایه گذار کنه. حالا شما ممکنه تو قصه بعدم باش کار داشته باشه، اما اینو مخاطب تا لحظه که ندیدتش خیلی گندش نمیکنه. و این نشون ندادنه باز تاکید میکنم کمکی به جذاب شدن قصه نمیکنه. ایراد دهم به نظرم چیزیه که این سریال نسبتاً خوب بوده توش، اما بازم ازش ضربه خورده نسبت به سریالای ایرانی که خیلی توش این اتفاق هست، و اونم پر کردن وقت فیلمه با سکانس‌های الکی، فلش‌بک‌های الکی، جاهایی که میخواد از ساحل و باباه و صدراوه و اینا بگه، خیلی جاهای دیگه داره اضافی میگه، یعنی بیرون میندازه ما رو انگار از روال اصلی قصه. و اگر خیلی از صحنه ها سکانس ها رو حذف کنه، مثل اون سکانسی که صدرا تنها نشسته مثلا داره فکر میکنه به مثلا شبها و روزهایی که با ساحل داشته یا موقعیت های مختلف، اینا رو ورداریم از قصه، خیلی قصه آسیبی نمیبینه و یه مقداری میشه بشین ایراد رو وارد کرد که فیلم پر کنیه دیگه. ایراد 11 برمیگرده به دوربین. بله، دوربین بوست شیر به نظرم دوربین بدی نیست، اما یکم ادای چی؟ ادای بازی هایی که تو فیلم های مستند، حالا فیلم هایی که ادای مخصوصا مستند در میاره، مثل ماجرای نیمروز، فیلم های آقای مهدویان، که البته شنیدم قرار بوده این فیلم آقای مهدویان بسازه کارگردانی کنه که اینجوری نشده، ولی به هر حال دوربین یه جاهایی یه بازی در میاره که واقعا بیرون از فیلمه. مثلا
داره کسی نشون میده از یه پشت و پسلی فیلم میگیره، یه درختی جلوی، یه شیئی جلوی قاب، جلوی دوربینه، یه فورگراند الکی درست میکنه که شما توی سینما عادت دارید این تصویر رو زاویه دیده یه آدمی ببینی. یعنی مثلا من دارم از یه جای سرک میکشم یه چیزی میبینم، خب این دوربینه میشه پی او وی من، اینجا خوبه. اما واقعا تو بوستشیر همچین چیزی نیست و ما اشتباه میکنیم، یه جای گولمون میخواد بزنه دوربینه انگار، که انقدر دیگه میره اون پشت و پسلا یه چیزی میذاره جلوی دوربینش مثلا بخواد عمق ایجاد کنه، به نظرم مخاطب با اول به خودش میگه که اینجا کی داره اینا رو میپاد، کی میبینه. یه مقدار جاهای اشتباه این عذاب در میاد، این منطق فیلم برداریه. 11 تا سوتی که الان گفتیم، بالا یه سری سوتیایی که شاید خیلی قابل بحث نباشه، چیزایی که به نظر من اومد. اما بعضی از ایرادهایی هست که به فیلم میگیرن و به نظر من وارد نیست، مثل اونجایی که نریمان رو میان این نعیم و رضا پروانه صدرا اینا ببرن، اون معرکه گرفته لخ شده داره دعوا میکنه، اونا یهو میان تیر میزنن و نریمان رو برمیدارن میبرن و میان میگن که آقا نریمان اینجا لخ بود، چطوری توی سکانس بعدیش که کشتنش و اینا دیدیم که ازش گوشی موبایل پیدا شد و کسی که لخ بود چطوری گوشی موبایل داشت. این جوابش چیه؟ جوابش اینه که اگه دقت کنید اونجایی که دارن میبرنش توی صندوق عقب میندازنش، یه سویشرتی هم دستشه و وقتی میاد توی خونه نعیم سویشرت رو پوشیده. خب این منطقی که توی سویشرت یه موبایلی هم باشه. ایراد دیگه هم که میگیرن، میگن آهنگ پوستشیر اسکیه، کپیه از اینترستلار. میشه ازش دفاع کرد. ببینید بامداد افشاری آهنگی رو ساخته، یعنی یه ترک های خانواده تمداری برای این سریال ساخته که به سریال هم نشسته و واقعا شما الان یه سری از آهنگا رو میشنوید قشنگ میندازتتون تو سریال. و اگر هم استفاده کرده، الگو گرفته باشه از حالا آهنگای دیگه، قابل دفاع نیومده کپی کنه، اومده شاید روشون کار کرده، این ور اونور کرده، دقیقا نیومده چیزی کپی کنه. موسیقی این کاریه که متداول زیاد میکنن و الهام میگیرن از آهنگای دیگه، این برابرش میکنن، چیز خیلی عجیبی نیست. یا ایراد دیگه ای که میگیرن به تیتراژ کاره، میگن که تیتراژ اولش اسکی خیلی از سریال های خارجیه، مثل ترو دتکتیو که اگر دیده باشید همین تکنیک رو تقریبا استفاده کرده، تکنیک دابل اکسپوژر که فیلم ها تو هم میرن، تصویر ها تو هم میرن و یه همچین جلوه های باحالی رو میسازه. این هم به نظرم لزومن ایراد نیست و یه سبک دیگه، تکنیکه. حالا شما بگید چون اون سریال استفاده کرده اسکیه، اینا خیلی حرف منطقداری نیست. اقدام خلاقانه‌ای که قسمت دوی فصل سوم داشتم خیلی دوست داشتم، این که گفته بود از واکنش تو فیلم بگیرید، تا حالا ندیده بودیم توی سریال های ایرانی از این بازی ها. اجرای کامیونیتی و یه شبکه مخاطبان و از این فضاها که آقا چقدر مخاطب دارم بیننده دارم رو انداخته و خیلی از لحاظ تبلیغاتی کاره نظرم جالب و درستی بوده. دو تا فکتم بگم بهتون که به حدس و گمانهای ادامه سریال شاید کمک کنه. یکی این که اگه بهتون باشه اونجایی که ساحل رو پیدا کردن و بردنش بیمارستان، صدرا و مادر ساحل نشسته بودن و پلیس های اومدن بالا سر اینا سوالی پرسیدن و اصلا اون پلیس ها رو ندیدیم، صداشون هم برای ما جالب بود، سوالایی هم که پرسیدن انگار که خیلی خاص بود و سریع هم رفتن. خسته نباشید. سرگل مشکات دستور دادن چون الان دخترتون حال روش مساعد نیست فعلا باش صحبتی نکنید، خودتونم اصلا ازش سوال نپرسین بهتره. سعی کنید هر طوری که ممکنه از این فضایی که توش بوده دورش کنید. چند روز دیگه هم خودمون با تون هماهنگ میشیم که اظهاراتش رو ثبت کنیم. فعلا با اجازه. خیلی لطف کرد. یه سوال تو ذهن میکاره که اون پلیس احتمالا میتونه رابطه داشته باشه با اتفاقی که در ادامه برای ساحل میفته. و در قسمت چهارم فصل آخر، اونجایی که نعیم داره خاطره تعریف میکنه از اون قصه صابر و منصور و اینا، ما صابر رو میبینیم، یه آدمی که کچله و کلاه سرشه، اما منصور رو نمیبینیم. منصور آدمی که دوربین نشونش نمیده، بدنش رو میبینیم و
پشت به دوربین کج زاویه‌اش جوری که چهرهش خوب دیده نشه و جوری میزانسن شده که ما منصور رو نبینیم. احتمالاً هر چیزی سر کسی که ما نمیبینیمش. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. من سریال پوستشی رو خیلی دوست دارم، اینو بگم که به نظرم از سریالای تلویزیون که هیچی، از سریال ویودی هم یه سرگردن بالاتر، اما خب این ایراده هم که گفتیم به نظرم بهش وارد بود. تا ویدیو دیگه خداحافظ، برید و کارای خفن بسازید.